چهارشنبه بود. چانس لباس می پوشید که تلفن زنگ زد. صدای راند بود که گفت: صبح بخیر چانسی. خانم راند از من خواست از طرف او هم به تو صبح بخیر بگویم. چون خانه نیست، باید با هواپیما به دنور می رفت، اما من بابت کار دیگری تماس گرفتم. آقای رئیس جمهور امروز به خاطر سخنرانی در جلسه سالیانه مؤسسه مالی به نیویورک می آید. همین الان از داخل هواپیمایش به من تلفن کرد. می دانم که حالم مساعد نیست و نمی توانم طبق برنامه ریاست جلسه را به عنوان رئیس هیئت مدیره به عهده بگیرم. از آنجا که امروز حالم بهتر است، رئیس جمهور تصمیم گرفته که قبل از ضیافت نهار به دیدنم بیاید. خیلی لطف دارد، نه؟ هواپیمایش در فرودگاه کندی می نشیند و بعد با هلیکوپتر به منهتن می آید. تا یک ساعت دیگر هم اینجاست. مکسی کرد. چانس صدای نفسهای خستهش را شنید. دلم می خواهد با او آشنا شوی. خوشت می آید. آدم خوبی است. او هم حتما از تو خوشش خواهد آمد. راستی تا چند دقیقه دیگر ماموران امنیتی رئیس جمهور می آیند تا خانه را تحت نظر بگیرند. همیشه این کار را می کنند. مجبورند. با کی و کجایش مهم نیست. اگر از نظر تو اشکالی ندارد، منشیم وقتی آمدن خبرت کند. باشد بنجامین، ممنونم. راستی یک نکته دیگر، امیدوارم ناراحت نشوی، ولی آنها حتما تو را بازدید بدنی می کنند. این روزها هر کس که از نزدیک با رئیس جمهور ملاقات کند حق ندارد هیچ چیز تیزی با خودش حمل کند. پس نشان نده چه چیزی در ذهنت داری، ممکن است آن را از تو بدزدند. خب می بینم دوست من. و گوشی را گذاشت. چیز تیزی نباید همراه داشته باشد. چانس به سرعت گیره کراواتش را باز کرد و شانه‌اش را روی میز گذاشت. اما منظور ران از ذهنت چه بود؟ چانس توی آینه به خودش نگاه کرد. از چیزی که دید خوشش آمد. موی سرش برق می‌زد. پوستش گل انداخته بود و لباس مشکی تازه اتو کشیده‌اش مثل پوست تنه درخت بر تنش نشسته بود. با خوشحالی تلویزیون را روشن کرد. کمی بعد منشی ران به او تلفن کرد و گفت که افراد رئیس جمهور دارن میآیند بالا. چهار مرد وارد اتاق شدند، حرف میزدند و لبخند به لب داشتند و با وسایل عجیب و غریبی اتاق را بازرسی میکردند. چانس پشت میز نشسته بود و تلویزیون تماشا میکرد. کانال ها را عوض میکرد که ناگهان دید هلیکوپتر بزرگی در سنترال پارک به زمین نشست. گوینده توضیح داد که همین لحظه رئیس جمهور ایالات متحده در قلب شهر نیویورک فرود آمد. ماموران امنیتی هم دست از کار کشیدند و به تماشا ایستادند. یکی از آنها گفت: خب رئیس رسید، بهتر است عجله کنیم که به اتاقهای دیگر هم برسیم. چانس تنها بود که منشی ران تلفن زد و خبر آمدن رئیس جمهور را داد. چانس گفت: ممنونم. بعد کمی منمن کرد و ادامه داد: فکر میکنم بهتر است بیایم پایین، نه؟ فکر میکنم وقتش از قربان. چانس به طبقه پایین رفت. ماموران امنیتی به آرامی دور راهروها، حال جلویی و ورودی آسانسور می‌گشتند. بعضی‌هایشان نزدیک پنجره‌های اتاق مطالعه ایستادند. بقیه در اتاق غذاخوری، اتاق نشیمن و جلوی کتابخانه. یکی از مامورین چانس را بازدید بدنی کرد. بلافاصله عذر خواست و در کتابخانه را برایش باز کرد. ران نزدیک شد و دست بر شانه چانس گذاشت. خوشحالم این فرصت نصیبت شده تا بالاترین مقام اجرایی کشور را ببینی. آدم درستی است. با درک خوبی که از عدالت دارد، هم به تحلیل خوبی از قانون رسیده و هم شناخت درستی از رأی دهندگانش دارد. خیلی به من لطف دارد برای دیدنم به اینجا می آید، نه؟ چانس تایید کرد. ران گفت: حیف که ای نیست. او از طرفداران رئیس جمهور است و به نظرش مرد جذابی می آید. خبرداری از دنور تلفن کرد؟ چانس گفت که از تلفن ای خبر دارد. با او حرف نزدی؟ پس دوباره تلفن میزند تا نظرت را درباره دیدار با رئیس جمهور بپرسد. اگر خواب بودم تو با او حرف بزن. ممکن است خواهش کنم این کار را بکنی و همه چیز را درباره ملاقات ما تعریف کنی؟ خوشحال میشوم. امیدوارم حالتان خوب باشد آقا. ظاهرا که بهترید. راند به زحمت روی صندلی جابجا شد. همش گریم از چانسی. گریم. پرستار تمام شب و صبح را اینجا بود. از او خواستم من را مرتب کند که وقتی با رئیس جمهور حرف میزنم احساس نکند دارم میمیرم. هیچ کس از آدم روبه موت خوشش نمی آید، چون کمتر کسی درباره مرگ میداند. من و ایی به خاطر همین اینقدر از تو تعادل بی نظیرت خوشمان می آید. بین ترس و امید در نوسان نیستی. واقعا آدم آرامی هستی. نگو نه، من سن پدرت هستم.
کلی عمر کردم، کلی متزلزل شدم. آدم‌های کوچکی دور و برم بودند که یادشان رفته بود ما برهنه به دنیا میاییم و برهنه از دنیا میرویم و هیچ حسابداری نمیتواند زندگی را آنطور که ما دوست داریم حساب و کتاب کند. راند رنگ پریده به نظر می‌رسید. دست برد قرصی را برداشت و بلعید و از لیوان کمی آب نوشید. تلفن زنگ زد. گوشی را برداشت و بیدرنگ گفت: من و گاردینر حاضریم. رئیس جمهور را به کتابخانه بیاورید. گوشی را سر جایش گذاشت و لیوان آب را از روی میز برداشت و پشت قفسه‌های کتاب پنهان کرد. چانسی، رئیس جمهور اینجاست. دارد می‌آید. چانس یادش آمد که رئیس جمهور را در یکی از برنامه‌های اخیر تلویزیون دیده است. در نور یک روز کاملاً آفتابی، ارتش مقابلش رژه می‌رفت. رئیس جمهور پشت یک تریبون بلند ایستاده بود و مردمی که عینک‌های آفتابی زده و نظامیانی که لباس‌های ارتشی آراسته به مدال‌های براق به تن داشتند، احاطه‌اش کرده بودند. آن پایین سربازان در ستون‌های طولانی رژه می‌رفتند. رویشان به سمت رهبرشان بود که برایشان دست تکان می‌داد. چشمان رئیس جمهور حاکی از آن بود که غرق در افکارش است. هزاران نفر را در رده و رسته هایشان نگاه می کرد که صفحه تلویزیون آنها را مثل تلی از برگ های خشک نشان می داد که باد آنها را به جلو می راند. ناگهان هواپیمای جت به زیبایی از بالا به پایین آمدند. ناظران نظامی و مردمی که نزدیک جایگاه ایستاده بودند فرصت نکردند سرشان را بالا بگیرند. هواپیماها مثل صاعقه هایی از نور با صدای مهیب از جلوی رئیس جمهور رد شدند. سر رئیس جمهور یک بار دیگر کل صفحه تلویزیون را گرفت. به هواپیماها که می‌رفتند تا در آسمان ناپدید شوند چشم دوخت. لبخندی ناپایدار چهرهش را مهربان کرده بود. راند از روی صندلی‌اش بلند شد و به استقبال مرد نسبتاً متوسطی رفت که لبخند زنان وارد اتاق شد و گفت: از دیدنتان خوشحالم آقای رئیس جمهور. چقدر لطف دارید که این همه راه را به دیدن یک آدم رو به موت آمدید. رئیس جمهور بغلش کرد و او را به سمت صندلی‌اش برد. چرند نگو بنجامین، بگیر بنشین و بگذار ببینمت. خودش هم روی کاناپه نشست و به سمت چانس برگشت. راند گفت: آقای رئیس جمهور، میخواهم دوست عزیزم آقای چانسی گاردینر را به شما معرفی کنم. آقای گاردینر، ایشان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هستند. رئیس جمهور که دستش را دراز کرد، راند توی صندلیش فرو رفت. لبخند گرمی بر صورت رئیس جمهور نقش بست. چانس یادش آمد که رئیس جمهور همیشه در کنفرانس‌های مطبوعاتی تلویزیون مستقیم به چشمان مخاطبان نگاه میکرد. او هم صاف توی چشمهای رئیس جمهور نگاه کرد. رئیس جمهور گفت: از دیدنتان خوشحالم آقای گاردینر، و به کاناپه تکیه داد. درباره شما زیاد شنیدم. چانس از این حرف تعجب کرد. رئیس جمهور گفت: لطفاً بنشینید آقای گاردینر. ما باید دوستمان بنجامین را به خاطر اینکه خودش را در خانه حبس کرده حسابی گوشمالی بدهیم. بن به طرف پیرمرد خم شد و گفت: این کشور به تو نیاز دارد و من که بالاترین مقام اجرایی کشور هستم به تو اجازه بازنشستگی نمی دهم. راند به آرامی گفت: آقای رئیس جمهور، فراموشی دارد به سراغم می آید. هرچند از اوضاع فعلی شکایتی هم ندارم. دنیا از راند جدا شده و راند هم از دنیا. عادلانه است دیگر، نه؟ تمام اهدافی که برایشان تلاش کردم به زودی به نتیجه می رسند. در امان بودن، آرامش داشتن و آسودن. رئیس جمهور دستش را تکان داد و گفت: جدی گفتم بن، تو در نظر من همیشه یک فیلسوف بودی، اما از این مهمتر این که بلد کار هستی. به جای این حرفا از زندگی بگو. برای روشن کردن سیگارش مکسی کرد و بعد گفت: راستی به من گفتن که در جلسه امروز سخنرانی نمی کنی. ماجرا چیست؟ ران گفت: نمی توانم رئیس جمهور، دستور دکتر است. مهمتر از همه این که گوش به فرمان دردم هستم. خب، بله، بالاخره این هم مثل جلسه های دیگر است. حتی اگر نباشی روحت آنجاست. این مؤسسه مدیون خلاقیت توست. مهر تایید تو روی تمام برنامه های آن خورده است. دو نفری حسابی گرم و گفتگو بودند. چانس از حرفهایشان چیزی سر در نیاورد. سر صحبتشان با او هم بود. گویی او را به شرکت در گفتگو دعوت می کردند. چانس با خودش فکر کرد لابد به دلایل امنیتی عمدن به زبان دیگری حرف میزنند، تا اینکه رئیس جمهور رو به او گفت: شما چه میگویید آقای گاردینر؟ نظرتان راجع به فصل بد وال استریت چیست؟ چانس به خودش آمد.
حس کرد ریشه افکارش به یک باره از داخل خاک مرطوب کنده شده و با فشار به سمت فضای غریب رانده شد. به فرش چشم دوخت. بالاخره گفت: رشد گیاهان باغ فصل خاصی دارد. بهار و تابستان هست. اما پاییز و زمستان هم از راه میرسد. بعد دوباره بهار و تابستان میشود. تا زمانی که ریشه ها خشک نشدند، همه چیز درست است و ختمه به خیر میشود. نگاهش را از زمین کند. راند به او نگاه کرد و به تأیید سری تکان داد. انگار رئیس جمهور خوشش آمده بود. رئیس جمهور گفت: اعتراف میکنم آنچه گفتید یکی از زیباترین و خوشبینانه ترین سخنانی بود که در تمام عمرم شنیدم. بلند شد و پشت به شومینه ایستاد. بسیاری از ما یادمان رفته که طبیعت و جامعه یکی هستند. بله، هر چند سعی کرده ایم ارتباطمان را با طبیعت قطع کنیم، اما هنوز بخشی از آن هستیم. سیستم اقتصاد ما مثل طبیعت به تدریج به روند ثبات و منطق باز می‌گردد. به همین علت است که نباید بترسیم، چون به برکتش باور داریم. بعد از لحظه درنگ رو به ران گفت: از فصول ناگزیر طبیعت استقبال می‌کنیم، اما فصول اقتصادی من را بر نمی‌تابیم. این از حماقت ماست. به چانس لبخند زد. به حس ناب آقای گاردینر قبطه می‌خورم. جای این نوع تفکر در پایتخت خالی است. بعد به ساعتش نگاهی انداخت و با اشاره دست جلوی بلند شدن ران را گرفت و گفت: نه نه بن، بلند نشو. امیدوارم خیلی زود دوباره ببینمت. حالت که بهتر شد با ای بیایید واشنگتن پیش ما. شما هم آقای گاردینر، شما هم به من و خانواده هم افتخار بدهید و بیایید. همه منتظرتان میمانیم. ران را بغل کرد. بی معطلی با چانس دست داد و به سمت در رفت. ران با عجله لیوان آبش را برداشت، قرص دیگری خورد و روی صندلی‌اش افتاد و از چانس پرسید: آدم محترمی است نه؟ چانس گفت: بله، البته در تلویزیون بلندتر به نظر می‌رسد. ران گفت: آه همینطور است، اما یادت باشد که او یک رجل سیاسی است که به شیوهی دیپلماتیک و مهربانانه گل‌های سر راهش را فارغ از اندیشه‌های سیاسی آبیاری می‌کند. خیلی از او خوشم می‌آید. ببینم، با پیشنهاد اعتبار و پولی که به رئیس جمهور دادم موافق بودی؟ چیزی سر در نیاوردم، برای همین ساکت بودم. تو کلی حرف زدی چانسی عزیزم. حرفها و شیوه بیانت آنقدر زیبا بود که رئیس جمهور هم تحت تأثیر قرار گرفت. نظیر تحلیل‌های من را از خیلی ها میشنود، اما متاسفانه حرفهای تو را به ندرت از کسی میتوان شنید. تلفن زنگ زد. ران برداشت و به چانس خبر داد رئیس جمهور و اعضای پلیس مخفی رفتند و پرستار منتظرش است که آمپولش را تزریق کند. چانس را بغل کرد و از او اجازه مرخصی خواست. چانس به طبقه بالا رفت. تلویزیون را که روشن کرد، تصاویر اتومبیل‌های تشریفات ریاست جمهوری را در خیابان پنجم نشان می‌داد. جمعیت کوچکی در پیاده‌روها جمع شده بودند. رئیس جمهور از داخل لیموزین برایشان دست تکان می‌داد. چانس شک داشت این همان دستی است که چند دقیقه پیش لمس کرد. آن روز صبح به دنبال افشای خبر بالا رفتن میزان بیکاری ملی در حدی بی‌سابقه، نشست سالانه مؤسسه مالی در فضای مملو از توقع و تنش برگزار شد. مقامات سرپرستی تمایل بسیاری به شنیدن اقدامات رئیس جمهور برای مقابله با رکود اقتصادی آتی داشتند. تمام رسانه‌های خبری ملی گوش به زنگ بودند. رئیس جمهور در سخنرانیش به مردم اطمینان داد که با وجود افت ناگهانی تولیدات، دولت در صدد اقدامات بنیادی و اساسی نیست. گفت: نوبت بهار بود و نوبت تابستان، اما متاسفانه مثل همه باغ‌ها ناگزیر سرما و طوفان پاییز و زمستان هم از راه می‌رسد. و تأکید کرد تا وقتی بذرهای سالم صنعت در زمین کشور وجود داشته باشد، اقتصاد قطعاً دوباره شکوفا خواهد شد. در مدت زمان کوتاهی که سوال جواب‌های غیررسمی رد و بدل می‌شد، رئیس جمهور فاش کرد که با اعضای کابینه و سنا مشورت‌های زیادی کرده است و ضمناً با رهبران عالی انجمن بازرگانی از بنجامین ترن بالراند، سرپرست مؤسسه که به خاطر بیماری نتوانست حاضر شود، تشکر کرد و افسود که در منزل آقای راند با او گفتگوی مفیدی انجام داد و با آقای چانسی گاردینر درباره تأثیرات مثبت تورم صحبت کرد. تورم شاخه‌های مرده پسنداز را هرس می‌کند، بنابراین به تنه تنومند صنعت حیاتی دوباره می‌بخشد. اسم چانس برای بار اول در متن صحبت‌های رئیس جمهور مورد توجه رسانه‌های خبری قرار گرفت. بعد از ظهر منشی ران به چانس گفت: آقای تام کورتنی از نیویورک تایمز می‌خواهند تلفنی با شما صحبت کنند. می‌توانید چند دقیقه با ایشان حرف بزنید؟ فکر کنم می‌خواهند کمی از شما اطلاعات بگیرند. چانس گفت:
صحبت میکنم. منشی کورتنی را وصل کرد. میبخشید که وقتتان را میگیرم آقای گاردینر. اگر آقای ران اجازه نمیدادند مزاحمتان نمیشدم. منتظر جواب ماند. چانس گفت: آقای ران خیلی مریض است. بله همینطور است. اما ایشان گفتند که به خاطر شخصیت ویژه و نوع دیدگاهتان احتمالاً به هیئت مدیره اولین مؤسسه سرمایه‌گذاری آمریکا خواهید پیوست. دوست دارید در این باره توضیح بدهید؟ چانس گفت: الان نه. باز هم سکوت برقرار شد. چون نیویورک تایمز گزارش سخنرانی رئیس جمهور و شرح سفر ایشان به نیویورک را چاپ می‌کند، می‌خواهیم تا حد امکان به این موضوع دقیق بپردازیم. ممکن است درباره ماهیت بحثی که بین شما آقای ران و جناب رئیس جمهور در گرفت صحبتی بکنید؟ واقعاً از آن لذت بردم. چه خوب، به نظر می‌آمد که رئیس جمهور هم همین نظر را داشتند. کورتنی با بی‌تفاوتی ساختگی ادامه داد: اما آقای گاردینر، ما خبرنگاران نیویورک تایمز بسیار مایلیم اطلاعاتمان را درباره شما بالا ببریم. میدانید که منظورم چیست؟ خنده ای عصبی کرد و گفت: مثلا اینکه بین کار شما و اولین مؤسسه سرمایه گذاری آمریکا چه رابطه‌ای وجود دارد؟ چانس گفت: فکر میکنم این را باید از آقای ران بپرسید. البته چون ایشان مریض هستن از شما پرسیدم. چانس سکوت کرد. کورتنی منتظر جواب بود. چانس گفت: حرف دیگری ندارم و تلفن را قطع کرد. کورتنی به صندلیش تکیه داد و اخم‌هایش در هم فرو رفت. داشت دیر می‌شد. کارمندانش را صدا زد و سر کله آنها که پیدا شد، جست همیشگیش را گرفت و گفت: خب آقایان، با دیدار و سخنرانی رئیس جمهور شروع می‌کنیم. با راند صحبت کردم. چانسی گاردینر، مردی که اسمش در صحبت‌های رئیس جمهور آمده بود، سرمایه‌دار است و به گفته ایران کاندیدای قدرتمندی برای کرسی خالی هیئت مدیره اولین مؤسسه سرمایه‌گذاری آمریکا به حساب می‌آید. به کارمندانش که منتظر ادامه حرف‌هایش بودند نگاه کرد. با آقای گاردینر هم صحبت کردم. خب؟ مکسی کرد. آدم گزیده‌گو و خشکی است. وقت زیادی نداریم که تمام اطلاعات لازم درباره گاردینر را به دست آوریم. پس روی ارتباطش با ران، پیوستنش به هیئت مدیره شرکت و توصیه‌اش به رئیس جمهور و این چیزها تأکید می‌کنیم. چانس توی اتاقش تلویزیون تماشا می‌کرد. سخنرانی رئیس جمهور در تالار مؤسسه سرمایه‌گذاری از چندین کانال پخش می‌شد. چند کانال دیگر مسابقات خانوادگی و برنامه کودک نشان می‌داد. چانس ناهارش را توی اتاقش خورد و به تماشای تلویزیون ادامه داد. داشت خوابش می‌برد که منشی ران تلفن کرد. شگفت‌زده گفت: مدیران برنامه تلویزیونی امشب همین الان تلفن زدن و از شما دعوت کردند که در برنامه امشبشون حضور پیدا کنید. از اینکه اینقدر دیر خبر دادن عذرخواهی کردند، اما تازه خبردار شدند که قائم مقام رئیس جمهور نمیتواند برای توضیح صحبت‌های رئیس جمهور به برنامه امشب برسد. آقای رانت هم به دلیل بیماریشان نمیتوانند بروند. برای همین پیشنهاد کردند که شما در مقام سرمایه‌داری که تأثیر فوق‌العاده‌ای بر رئیس جمهور گذاشتید، اگر مایل باشید به جای ایشان بروید. چانس نمیتوانست تصور کند در تلویزیون با چه چیزی مواجه میشود. دوست داشت اندازه کوچک خودش را در صفحه تلویزیون ببیند. میخواست تبدیل به تصویر بشود و داخل دستگاه تلویزیون زندگی کند. منشی پای تلفن منتظر بود. چانس گفت: از نظر من اشکال ندارد. چه کار باید بکنم؟ زن با خوشحالی گفت: کار خاصی لازم نیست انجام دهید. خود تهیه کننده میآید دنبالتان و شما را میبرد. چون برنامه زنده است، باید حدود یک ساعت قبل از شروع آنجا باشید. امشب شما مرکز توجه هستید. همین الان با آنها تلفن میکنم. حتما از شنیدن خبر موافقت شما خوشحال میشوم. چانس تلویزیون را روشن کرد. نمیدانست آدم بعد از اینکه در صفحه تلویزیون دیده شد با قبل از چه فرقی میکند. آیا تغییر برای همیشه با او میماند یا فقط مختص زمان پخش برنامه است؟ برنامه که تمام شود چه بخشی از او جا میماند؟ بعد از برنامه دو تا چانس وجود خواهد داشت؟ یکی چانسی که تلویزیون تماشا میکرد و دیگری آن که در تلویزیون دیده شد؟ سر شب تهیه کننده برنامه، مردی قد کوتاه که کت شلوار مشکی پوشیده بود به دیدنش آمد و توضیح داد که سخنرانی رئیس جمهور باعث بهبود اوضاع اقتصادی ملی شده است و در ادامه گفت: از آنجا که قائم مقام رئیس جمهور نمیتواند در برنامه امشب حاضر شود، خیلی خوشحال میشویم که شما به بینندگان ما بگویید دقیقاً در عرصه اقتصاد کشور چه اتفاقی دارد میافتد. میدانم که هم با این موضوع کاملا درگیرید و هم به رئیس جمهور فوق‌العاده نزدیکید. بنابراین بهترین کسی که میتواند برای مردم موقعیت را توضیح بدهد شمایید. برنامه را هر طور که مایل بودید پیش ببرید.
مجری حرفتان را قطع نمی کند. اگر بخواهد این کار را بکند، انگشت سبابه چپش را روی ابروی چپش می گذارد که شما متوجه شوید. با این کار نشان می دهد که یا می خواهد سؤالی جدید بپرسد یا روی گفته شما تأکید کند. چانس گفت: می فهمم. خب، پس اگر آماده اید راه بیفتیم. گریمور ما کمی روی صورتتان کار می کند. لبخند زد. مجری هم قبل از شروع برنامه با افتخار به دیدنتان می آید. لیموزین بزرگی که شبکه دنبال چانس فرستاده بود، دو تلویزیون کوچک داشت. همچنان که به سمت خیابان پارک می رفتن، چانس خواهش کرد که یکی از تلویزیون‌ها را روشن کنند و همراه تهیه‌کننده در سکوت برنامه را تماشا کردند.